هفته پیش درست وقتی واکسیناسیون برای بیماری کرونا شروع شد و خیلی ها کار کرونا رو تموم شده میدونستان سر و یک ویروس جدید توی جنوب بریتانیا پیدا شد برنامه کریسمس لندن نشین ها رو به هم زد موجب سخت گیرانه تر شدن قوانین قرنطینه توی بسیاری از جاهای اروپا شد و جهان رو دوباره نگران کرد این ویروس جدید اصلا چیه چه فرقی با قبلی داره و آیا واکسن ها بهش کارگر هستن یا نه امشب در زیر ذره بین به این سوال ها پاسخ میدیم گونه جدید ویروس جهش یافته کرونا و شیوع سریعترش به نظر ترسناک میاد اما واقعیت اینه که ویروس ها همیشه در حال جهشن چون دائما در حال تکثیر بیشمار خودشون هستن همین ویروس کرونا در بدن میلیون بار کپی میشه سوال اینه که اگر کپی هستن چرا تغییر پیدا میکنن اینطوری فرض کنید که شما دارید یک متنی رو توی کامپیوتر میلیون بار و خیلی سریع می نویسین و به دلیل سرعت بالا و تعداد زیاد مدام غلط تایپی ایجاد میشه این خیلی شبیه اتفاقیه که اتفاقا برای ویروس ها میفته ساختار ژنتیکی سارس کوو 2 یا همون ویروس کرونا آر که با این ریسمان زرد توی تصویر می‌بینید این نوع ویروس ها ساختار ناپایدارتری در مقایسه با دی دارند ای دارن و راحت‌تر جهش می‌کنن یا در واقع همون غلط‌های تایپیشون بیشتره خلاصه اینکه اون ویروسی که توی نقاط مختلف دنیاست لزوما همونی نیست که روز اول توی ووهان چین شروع پیدا کرد خب پس جهش ویروس کرونا قبلا هم اتفاق افتاده مثلا دی 604 g که بهمن پارسال توی اروپا ظهور کرد یا ای 222 v که مربوط به نوعی بود که از اسپانیا به اینجا در بریتانیا آمد حالا سوال اول این جهش چه تفاوتی با بقیه داره بررسی های اولیه میگن در گونه جدید ویروس کرونا بیش از 17 تغییر در جنوم ویروس به وجود اومده و این تعداد زیاد تغییراتی در تیغه پروتئینی ویروس هم به وجود آورده که به سرعت شیوع مربوطه سال دوم چرا نگران کننده است یکی به خاطر اینکه خیلی سریع داره جای گونه های دیگه ویروس رو میگیره و دوم اینکه جهش در بخش هایی از ویروس به وجود اومده که روی سرعت شیوع تاثیر میذارن تحقیقات اولیه میگن سرعت شیوع این گونه تا 70 درصد بیشتره اما این مطالعات فعلا قطعی نیست سال سوم آیا این گونه جدید ویروس کرونا از بقیه کاشندهتره هنوز صند و مدرکی برای این وجود نداره اما شیوع سریعتر یعنی بیمار بیشتر و نیاز به تخت بیمارستانی بیشتر که کمبودش می‌تونه نرخ مرگومیر رو افزایش بده سوال چهارم آیا این ویروس مخصوص بریتانیا است احتمال داده میشه که این ویروس ماها قبل به وجود اومده اما الان فراوانیش به حدی رسیده که در بریتانیا که تکنولوژی قوی تری برای شناسایی دارند شناسایی و اعلام شده طبیعیه که مثل گونه های دیگه میتونه به هر گوشه ای از جهان سفر کنه و مهمترین سوال آیا واکسن های تایید شده فعلی میتونن این گونه جدید را هم از بین ببرن واکسن های فعلی بدن رو در برابر قسمت های مختلف ویروس آماده میکنن پس با جهش کردن بخش پروتئینی ویروس به احتمال زیاد واکسن های تایید شده فعلی همچنان اثر بخشن اما خبر بد این که بعضی دانشمندان میگن با توجه به جهش های ویروس کرونا این ویروس پتانسیل این رو داره که بتونه از واکسن ها فرار کنه این یعنی واکسن کرونا مثل واکسن آنفولانزا باید مدام تجدید بشه مثل اینکه کرونا خیلی زود جنگش رو با واکسن ها هم شروع کرده باید امیدوار بود که واکسن پیروز این نبرد بشه نبردی که نقش ما انسانها برای جلوگیری از شیوعش توش حیاتیه و اگر شکست بخوریم بد به فنا میریم